از جمله حرف ایشون، حرف شما، برنامه شما، حرفایی که هفته قبل زدم، به این نکته برسم که آیا یک مقام بازیگر آیا همین نیست که الان توی جامعه در ذهن مردمه؟ اگر نیست کی باعث شده به وجود بیاد؟ و اگر هست چرا؟ پس من خیلی ناراحتم این رو میگم آقای جیرانی عزیز، خدا رو گواه میگیرم ناراحتم، خطابم هم شما نیستی، ولی هفته قبل شما یه فیلم 15 دقیقه نشون دادید، توش مرحوم فردین و آقای بهروز وثوقی و دیگرانی هم بودن، چندین بار اسمهای ایشون هر دو بزرگوار به شکل لات کلاه مخملی و لومپن و اینها آورده شد، چندین بار در فیلم مستقیم یا غیر مستقیم آدمهای ستاره زمان پیش از انقلاب کسانی نمایش داده شدن که از جاهای غیر سینما کارمند سابق دارایی یا فلان و فلان و فلان بودن. وقتی که صحبت شد اشاره شد که اینا همه سرنوشتای تلخی دارن، تو تنهایی میمیرن. وقتی که صحبت شد اشاره شد که اینها عموماً سر صحنه با یه لباس معنا پیدا میکردن، نه کاری که میکردن. اینها رو من نمیگم غلطه، نه نه من معذرت میخوام، معذرت میخوام، ببخشید متوجه تحلیل نشدیم. ما منظورمون لباس نبود، شخصیت بود. ما اولا اصلا اینا رو متوجه نکردیم که اینا لاتن، اصلا اینطوری نه آقای وثوقی لات بوده، نه آقای فردین لات بوده، نه دوستان. ما شخصیت هایی که اینها رو قهرمان کرده رو مطرح کردیم. این تحلیل سیاسی و اجتماعی و قصدمون هم توهین به هیچ کدوم از آقایون نبوده. من گفتم قصد توهین، نه خدا نکنه، خدا نکنه. اگه بود من تو این برنامه نبودم، اگر بود من تو این برنامه نبودم. حرفمو بی پیرایه بخوام بزنم، نقد ناقصی بود. ببینید آیا من به عنوان کسی که از شما واقعا میگم کم تجربه تر و کوچکتر به خصوص در عرصه نقد سینما و تاریخش هستم، آیا حرفم درسته یا اشتباه؟ با حضور فردین، مرحوم فردین بود که سلطه سینمای هند از ایران رفت و مردم رفتن فیلم فارسی نگاه. مام گفتیم، میدونم مام گفتیم، نه نگفتید. آیا بهروز وثوقی که به گمان من فارغ از همه رفتارهای سیاسی اجتماعی با کسی که فقط مقام فرهنگیشو میگم، به گمان من جایگاه بسیار ویژه‌ای در بازیگری داره، فقط فیلم‌هایی رو بازی کرد که اون لباس تنش بود یا داشاکل همون لباسه؟ خب ببین در واقع نه، من معتقدم که با اون لباس مطرح شدن، لباس یعنی شخصیت، با اون شخصیت مطرح شدن. حتی ببین اگر چنین هم باشد، برایند و شمایل جامعه بازیگره، بازیگر نمیتواند. چرا خسرو شکیبایی مرحوم وقتی هامون رو بازی میکنه پذیرفته میشه؟ چون روشن فکر دهه 60 مسئلهش همونه. ببین ما هم همینو گفتیم که وقتی که مسئله جامعه ایران اون شخصیت معترض لات معترضه پذیرفته میشه، اگه جامعه نمیخواست که پذیرفته نمیشد. من حالا نمیدونم اینه دور... تا اینجا ما که... هم همسویم نه کما اینکه تو اینجا... که تموم میشه فرق میکنه دست. دقیقا ببینید تا اینجا ما با هم همسویم آقای جیرانی. من هنوز نقدمو نگفتم، نقد من اینه ببینید که ببینید وقتی که یک برنامه تا این حد به گمان من برد داره، باید ظریف‌تر و دقیق‌تر راجع به مسائلی صحبت کنه. شما یک بار رفتی سراغ بانو فریما فرجامی. من کاری ندارم که درسته یا غلطه. هم میتونه خوب باشه هم بد. هم رویه خوب داره هم رویه بد. رویه خوبش اینه حقیقتاً که آی جوونایی که می‌خواید بیاین بازیگر شید، بدونید که خوشگلی صورت، اندام جوان، نیرو لایتناهی نیست، تمام میشه. به فکر بعدتون باشید. این خیلی خوبه. رویه بدش ممکنه این باشه که به هر حال ما اگه خانم فرجامی بانوی سینمای ما فقط فیلم نرگس رو هم بازی کرده بود، به حق خیلی خیلی دقیق بگم. ببین من راجب موضوع گذشته، ما راجب این موضوع توضیح هم دادیم که ما هم اشتباه کردیم در این مورد و در واقع اشتباه کردیم، مصاحبه باید ویراستاری میشد، نشده. در این مورد در واقع ما توضیحاتمون رو قبلا هم دادیم که متاسفیم در مورد این مسئله که ویراستاری نکنه. اما در مورد بحث هفته گذشته من کاملا ازش دفاع میکنم. ما برای اولین بار سه بازیگر رو که در سینمای ایران مطرح بودن به عنوان ستاره مطرح کردیم. فکر نمی‌کنم در تاریخ تلویزیون ایران بله. کسی این کارو کرده. بسیار جسورانه بود. کسی این کارو کرده. بسیار جسورانه. ما برای اولین بار کردیم و برای اولین بار تحلیلی کردیم که آقا اینا ستاره‌های معروفی بودن و روش تاکید کردیم که معروف هم بودن. حالا من سوال شما بودن. اینه با اینکه تایید می‌کنم واقعا دست مریضات داشت. خود شما می‌دونید چه کردید. من اینو نمی‌دونم اجازه دارم بگم یا نه. بگذاریم. من این رو چون تو صحبت با یکی از مدیران ارشد
مدیران ارشد فرهنگی کاملا ایشون به هر حال ایشون موافق بودن با این حرکت و این حرکت کار جسورانه ای میدونستن، من هم مردم هم. سوال من اینه آیا واقعا آقای جیرانی فیلم هفته قبل همه جوانب این ستاره رو تا جایی که ما تونستیم در یک آیتم طولانی 15 دقیقه تونستیم جوانب رو گذاشتیم. ببین این که آیا بهروز وثوقی دورش تموم شده، این تحلیل دیگه ای هم داره که ما دیگه واردش نشدیم چون ما تا سال 57 گرفتیم. به حال اگه اتفاق سال 57 شد ایشون در واقع در شکل دیگه ای هم در واقع بازی میکرد، ما واردی نشدیم. ما واقعی ولی اما در مورد فردین و ناصر ملک مطیع که من برای هر دوشون احترام قائلم و برای آقای وثوقی هم احترام قائلم، من به سیاست بعدش کار ندارم، اصلا هیچ کدوم کار ندارم در واقع عرصه فرهنگ به احترام قائلم. در اون تاریخ و در اون مقطع ما تحلیل درست کردیم. وقتی میگیم شخصیت رو مطرح میکنیم، ما خود آقایونی که مطرح نمیکنیم، که ما میگیم این شخصیت ها بودن. ببین هم شما شخصیتی رو بازی کردید در ضیافت، هم شما اون شخصیت ضیافت رو مطرح میکنید، هم ضیافت شخصیت ضیافت به شما معنا میده. این ترکیب دوگانه است. حالا شما آیا با من موافقید که این بحث به عنوان یه بحث کارشناسانه مهم بعدن توسط هر کدوم از دوستانی که خودتون میدونید تو این برنامه جایی بحث داره که من خیلی دوست دارم بحث بشه. پس من عذرخواهی میکنم اگر حرفم رو حساب بزنم. دوست دارم نه واقعا، چون من معتقدم که ما نمیتونیم از تاریخ، ببین تاریخ رو ما نمیتونیم ازش بگذریم. تاریخ از 57 شروع نشده، تاریخ از 1909 شروع شده. تاریخ سینما ایران شاید از زمان مظفرعلی شاه که سینما رو آورده، ما اون بخش تاریخو که نمیتونیم کتمان کنیم. اون تاریخ هست، به پشتوانی اون تاریخ ما تاریخ بعد از انقلاب ساختیم که سینمای رشد یافته تریه و سینمای بهتریه. نه تو میتونی کتمان کنی، نه من میتونم کتمان کنم، نه کسانی که خارج نشینن میتونن کتمان کنن، خودشون هم دارن اصرار میکنن سینمای پس از انقلاب سینمای بهتریه. پس بذار من نظر خاص خودم رو بگم. من نظر شخصیمه، شاید هم به گمان شما و به فرمایش شما توی اون فیلم جاش نبود، شاید هم درست میگید، ولی من فکر میکنم که بهروز وثوقی به عنوان کسی که میراث بازیگری لااقل به عنوان 1% کوچیک بهش مدیونه، فارغ از رفتارهای سیاسیش من کاری ندارم، و اگر بازیگرانی در سینمای ایران الان هستن که ارج و قربی دارن بر اساس گذشته و رفتارهای فرهنگی و بازیگرانه یک گروهی به اینجا رسیدیم همه ما، من میخوام بگم که خوبه ما همه چیز رو خوب و بدش رو با هم ببینیم، چه در گذشته چه در آینده. اگر نارسا عنوان کردم عذر میخوام و حرف شما رو میپذیرم.